سلام و وقت شما بخیر خوش آمدید به خبرهای این ساعت از تلویزیون بیگ امروز یک شنبه 16 همه سنبله سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 همه سپتامبر 2020 میلادی و اکنون هم سرخط خبرها را اندازی عملیات از سوی نیروهای امنیتی در شاهراه جوزجان سرپل کشته شدن هشت تن از افراد طالبان در ولایت بلخ و غرق شدن چندین قایق در تگزاس امریکا سونیا آیدین هستم با مشروع خبرهای این ساعت نیروهای امنیتی برای پاکسازی شاهراه جوزجان سرپل از وجود طالبان عملیات را را اندازی کردند عبدالمعروف آزر سخنگوی والی جوزجان می گوید که نیروهای امنیتی برای پاکسازی شاهراه جوزجان سرپل از وجود طالبان عملیات را را اندازی کردند گفته می شود که در جریان این عملیات چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است عملیات تصفیهوی مشترک در شهرهای نمبر دو به منظور پاکسازی این شهرها از سوی نیروهای امنیتی را اندازی گردید. عبدالمعروف آزر سخنگوی والی ولایت جوزجان می گوید عملیات تصویبی مشترک نیروهای امنیتی به خاطر پاکسازی شارای جوجان سرپل روز گذشته آغاز گردید. آقای یازر می افزاید. تمام قریه ها از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و طالبان بدون درگیری از ساحه فرار کرده و متلاشی خانه به خانه نیز صورت گرفته و نیروهای امنیتی در ساحه جابجا شده و پنج القمای نیز از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شده است. صبح دیروز یک عملیات تصفیهوی به منظور پاکسازی از مناطق شارای نمبر دوی جوزجان سریپل آغاز شد خوشبختانه عملیات موفقانه سپری شد که تا مناطق چارجفت، پنجفت، سیشنب و ال حد بخشی مسیر شورای نمبر دوی جوز جان سرپل کاملا از وجود مخالفین مسئله دولت پاکسازی شد تمامی قریجات یک به یک متلاشی شد و متلاشی خانه به خانه صورت گرفت مخالفین مسئله دولت هیچ کدام شتاب مقامت را با نیروهای امنیتی نداشتند از ساحه فرار کردند با گفته سخنگوی والی این ولایت در این عملیات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ گونه آسیب نرسیده بیشتر از ده بیز امنیتی در شهرهای نمبر یک و نمبر دو ایجاد گردیده تا امنیت را کنترل کند. نیروهای امنیتی در تمام ساحات قریجات شورای نمبر دو جا بجا شدند بیشتر از پنج حلقه ماین ما مختلف نو را کشف و خونسا کردند تحکیماتشان بیشتر شده و بیسهای امنیتی ما مستقمتر از قبل صورت گرفته و روتیشن شدند نیروهای امنیتی جا بجا شدند در پوسته های امنیتی و ما برای مردم خود اطمینان میتیم که در مسیر شورای نمبر دو جوزجان سریپل هیچ نوع مشکل نیست تا ساحه بخشی که مربوط به ولایت جوزجان میشوند به صورت امن میتونن رفت آمد بکنن این عملیات ها در حال صورت می گیرد که یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود می گوید روز گذشته نیروهای امنیتی با گروه طالبان در مربوطات ولسوالی فیض و شهرهای نمبر دوی ولایت جوزجان درگیر شدند که در نتیجه یازده تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. بانوی که با مشکلات زیادی مبارزه کرده و توانسته به آرزوی خود برسد. مرحبا اکبری بانوی 16 ساله ورزشکار در جوز است که 6 سال پیش به ورزش پینگ پانگ رو آورده و با تلاش های مکرر توانسته در مسابقات سطح کشور مقام اول را از آن خود بکند. و گفته این بانو در زمانهایی که تازه به ورزش رو آورده با مشکلات زیادی روبرو شده است. همکارم رقیبه بارکزای با جزیات بیشتر. مرحبا اکبری از و تیم ملی پینگ پانگ جوز جان. او شش سال می شود که پینگ پانگ بازی می کند و از چهار سال پی هم مقام های اول و دوم را از آن خود کرده است. مرحبا شش سال پیش با دختران هم سن سالش این ورزش را آغاز کرد و از آن زمان تا اکنون در چندین مسابقه های بیرون از ولایتی شرکت کرده است. در اولان دخترای همسایه می رفتن باز در شش سال می شود. در جوزجان ورزش می کنم در یک سال تنمیم کردم من چار پنج سال میشه شد مقام من می گیرم اونجا می باز از همون باز طریق باز من گد شده رفتم باز همونجا شدم با آنکه مخالفت ها و ممانیت ها به خاطر دختر بودنش در برابر مرحبا وجود دارد اما هیچ مخالفت نتوانست دیوار ممانعت در برابر ورزش او ایجاد کند. او از یک سو در مورد مخالفت های جامعه اشاره می کند. اما از سوی دیگر از امایت و تشویق های مادر، برادران و استادانش نیز سخن میزند. ام رو را دخترایشان میگفتن چی میکنی رفته کلان دختر شدی خوب نیست خوب جای نیست باز ما می میگفتم اگر مردم گوش نمیکردم همیشه طرفدار خانواده طرفدار خودم بود این مردم قصیش نشون میگفتن باز من مادر جانم زیاد تشویق میکنم استاد ما مثلا آن پیمپانگ سوم شهر سو جوی بچه زیاد هستن در آدای برادرای مخوارای مادرمشان تشویق میکنم برند اونجا وارزش دام دام انسان سال است ازم خودت بسپم مرحبا در جریان این سالها در بلخ کابل در مسابقات شرکت کرده و باره هم در میان پانزه تیم مقام اول را کسب نموده. و در تیم ملی 16 سال پینگ پانگ را یافته است. او با آن که از دستاورت های ملموس که دارد صحبت می کند. اما از فراهم نشدن وسایل ورزشی در رشته پینگ پانگ و مزایمت ها در اجتماع نیز شاکی هست. مزار رفته اون مسابقه دوستانه بود بین سه ولایت اونجا و تو مسابقه چی نبود که در اونجا مقامی نبود اونجا نگفتیم با سال دومش که رفتیم اونجا در کابل اون سال در مقام دوم گرفتم بعد از دو،, دو, سال دیگه هم رفتیم اونجا مقام اول دو دفعه گرفتم که سال سی دا داشت باز رفتیم مقام اول باز گرفتم در بین بیشتر از پانزه ولایت انا مقام اول گرفتم هم در تیم ملی را یافتم مادر مرحبا از فراهم شدن زمینه ورزش برای بانوان در جوزجان جان و علاقمندی فرزندش در رشته پینگ پانگ ابراز خوشی کرده می گوید که من و همسرم همواره فرزند خود را حمایت خواهیم کرد. کسایی که دخترایشان ها خب میشه. آن هر کاری که داشته باشند، هر چیزی که علاقه داشته باشند، باید در کارشان در ورزشان ببانند، خب میشه خانواده دخترهایشان ببانند. با پدرش گفته که برای خیره گفته باز من خودم خوشم آمد، من برو رفته آمدن بیگی گفتم، بیا خانواده خانواده ما گفتم. یکی دوتای ما گفتم یک ذره بیرونی و بسیار خوب بیشه گفتم. یک ورزشه یاد میگیری دیگه میشه گفتم خوب میشه. باز بیادرش تشویق کرد خوارش خب تشویق کرد امیر خانگا پاشید باز اینا رفت شروع کرد با این حال محمد مشل آشمی مسئول فیدروسون پینگ پونگ در ولایت جاوز جان می گوید که زمینه ورزش برای بانوان در جاوز جان نسبت به ولایات همجوار خوبتر هست. آقای آشمی از مسئولین ورزش می خواهد که یک مکان و محیط مشخص برای علاقمندان رشته پینگ پونگ خصوصاً بانوان در جوزجان ایجاد نمایند البته در کل محیط جوزجان بر بانوان نسبت به سایر ولایت دیگه خوبتر است ولی اگر ارزیابی داشته باشیم که محیط سنتی جوز دیگه ولایات که ما ارزیابی میکنیم دیگه ولایات دید و که میکنیم آنچنان که بر دخترها فضا و محیط مساعد باشه آنچنان نیست ولی در جوز خوشبخت دانه دخترها بسیار دست باز دارن و اماکن ورزشی در خدمت قرار دارن ولی مشکل یک سلسله مشکلات است که اماکن مشخص ورزشی بر دختر بانوان نیست با که جوز جان از ولایات نسبتا ناامن شمال افغانستان محسوب می شود، با آن هم در حال حاضر نزدیک به 80 بانو در بخش های پینگ پانگ، فوتبال، والیبال و بایسکلرانی فعالیت دارند. حمله گروه طالبان در ولایت فاریاب بالای نیروهای امنیتی با کشته و زخمی شدن نزدیک به ده تن از افراد این گروه از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. قلردوی دوستد نوی شاهین با پخش خبرنامه می گوید گروه طالبان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب بالای نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه درگیری هفت تن از افراد طالبان کشته شده و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. نو عضو گروه طالبان در ولایت فاریاب در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کشته و زخمی گردیده است خلوردوی دوستد نوی شاهین با نشر خبرنامه می گوید شب گذشته یک درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت فاریاب به وقوع پیوسته است در خبرنامه آمده است درگیری متذکر میان طرفین در قریه شاخ ولسوالی قیصار این ولایت صورت گرفته است که در نتیجه آن هفتن از افراد طالبان کشته شده و دو تن دیگر از اعضای این گروه زخمی گردیده است خبرنامه می افزاید این درگیری میان دو طرف زمانی به وقوع پیوسته است که گروه طالبان بر بالای موقعیت های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ساحه یاد شده حمله نموده بودند گفته می شود در این رویداد به افراد ملکی و نیروهای امنیتی هیچ نوع آسیبی نرسیده است و گروه طالبان تا اکنون در مورد این رویداد هیچ واکنشی نشان ندادند. در یک حمله هوایی نیروهای هوایی کشور در ولسوالی چار بولک بلخ تن از افراد طالبان کشته شدند. خلوردوی دوستد نوی شاهین با پخش خبرنامه می گوید که نیروهای هوایی کشور در منطقه سبزیکار ولسوالی چار بولک بالای گروه طالبان یک حمله هوایی را انجام دادند که در نتیجه این حمله هوایی تن از افراد طالبان کشته شده است. در حمله هوایی نیروهای امنیتی کشور در ولایت بلخ هشت تن از افراد گروه طالبان کشته شده است قل اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه ای می گوید روز گذشته حوالی ساعت 5 نیروهای هوایی کشور یک گروه طالبان را در منطقه سبزکار ولسوالی بلک ولایت بلخ مورد آماج قرار دادند که در نتیجه هشت تن از افراد این گروه کشته شده است در این خبرنامه آمده است این حمله در چوکات دفاع فال پس از آن بالای گروه طالبان اجرا شد که بر موقعیت های نیروهای دفاعی و امنیتی حمله نموده بودند و قوای هوایی کشور با حمایت نیروهای زمینی این حمله را انجام دادند که علاوه بر تلفات جانی های دست داشتهشان نیز از بین برده شده است اما گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکردند مقام ها می گویند در جریان رژه در حمایت از کارزار انتخاباتی 2020 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دریاچه های در تگزاس چندین قایق غرق شده است مقام ها گفته حرکت نزدیک شمار بزرگی از قایق ها در دریاچه تراویس واقعی در نزدیکی آستین مرکز ایالت احتمالاً باعث بلند شدن موج شده است در عکس های منتشر شده از این دریاچه قایقهایی با پرچم کمپاین ترامپ که در فاصله نزدیک مانور میدهند دیده می شود گزارش ها حاکی است که سرنشینان قایق از آب نجات یافتند و کسی مجروح نشده است این رویداد تحت عنوان رژه قایق برای ترامپ در دریاچه تراویس در فیسبوک سازماندهی شده بود و بیش از 2600 تن برای شرکت در آن ثبت نام کرده بودند تنها چند هفته پس از انفجار مرگبار ماه گذشته در بندر بیروت ارتش لبنان بیش از چهار تن نیترات آمونیم را که در نزدیکی بندر بیروت انبار شده بود کشف کرد به گزارش فاکس نیوز ارتش لبنان روز پنجشنبه از کشف چهار تن ذخیره نیترات آمونیم در چهار کانتینر در نزدیکی بندر بیروت خبر داد و اعلام کرد که کارشناسان برای بازرسی این حجم عظیم نیترات آمونی هم فرا خوانده شدند. بشکنازی وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه در توییتی گفت از تصمیم عربستان برای انتقال سفارتش به اورشلیم و از تصمیم کوزو برای برسمیت شناختن اسرائیل و باز کردن سفارت در اورشلیم استقبال می کند. اشکنازی افزود از پرزیدنت ترامپ و دولت آمریکا برای رهبری این دستاوردهای عمده دیپلماتیک چه در رابطه با عربستان و کوزو و چه در ارتباط با توافق تاریخی با امارات تشکر میکند اکنون خبرهای ورزشی را از همکارم احسام الدین حیدری بیننده باشید. سلام و وقت بخیر به خبرهای ورزشی این ساعت خوش آمدید. اولین بازی لیگ اتصالات بگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می شود. بر اساس جدول تعیین شده کرکت برد افغانستان، با سلسله این بازی ها امروز تیم کرکت بند امیر و تیم کرکت قهرمانان مثل عینک با مسافه هم میروند. محمد اشرف رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیاش در مراسم افتتاح بازی های لیگ اشپکیزه گفت تیم ملی کرکت افغانستان وحدت ملی افغان ها را به جهان نشان می دهد. مراسم دیروز افتتاحیه لیگش بگیزه در میدان بین المللی کرکت کابل برگزار شده بود. این هفتمین سالی است که این بازی ها برگزار می شود و تا 16 ماه سپتامبر دوام می کند. تصمیم لیون المیسی برای یه ماندن در بارسلونا پس از تلاش نافرجام این بازیکن برای فسخ قراردادش ممکن است به جدایی آنتوان گریزمان از جمع آبی و ها ختم شود، مهاجمی که تابستان گذشته با قراردادی پنج ساله از اتلتیکو مادریت به با بارسا پیوست نشریه دیلی میل انگلیسی با انتشار گزارش مدعی شد مدیران سه باشگاه لیورپول منچستر یونایتد و آرسنال قصد دارند از تردید گریزمان به ساله برای ادامه ی حضور در بارسلونا استفاده و با او را برای پیوستن به تیمهای خود متقاعد کنند و همچنان نخستین گروه از کارمندان اف برای نظارت بر روند از سرگیری دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب وارد دوحه شدند 16 تیم از کشورهای غرب آسیا از روز 14 سپتامبر دیدارهای به طبیق افتاده ی مرحله گروهی لیگ قهرمانان را و میزبانی قطر برگزار می کنند. پیش از این مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا جلسه ویدیویی را برای هماهنگی پشتیبانی دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان در دو حب برگزار کرده بودند. هر تیم در مرحله گروهی چهار دیدار برگزار می کند و سپس مراحل یک چهارم و نیمه نهایی برگزار خواهند شد. و حال هم توجه کنید به آب هوا از چند ولایت کشور و نرخ روز. خبرهای این ساعت تقدیمتان شد تا دیدار بعد یار و مددکارت